کار ناسنجیده طالبان که بلای جان خودشان شد. سخنان تازه و تکان دهنده آمریکا در مورد خشونت‌های طالبان. لغو رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم از سوی ارگ ریاست جمهوری. ساعت کار طولانی سالانه منجر به مرگ صدها هزار نفر می شود. واکنش والی هرات در مورد تشییع و تکفین ملا منان نیازی در هرات. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. والی هرات درباره ملا منان نیازی. به دنبال انتقادهای گسترده شهروندان از برگزاری مراسم تشییع جنازه ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشابی طالبان، با حضور شمار از افراد موصل و پرچمهای طالبان در هرات، وحید قتالی والی این ولایت گفته است که دولت مانع تشییع جنازه هیچ کس، حتی مخالفان موصل، نمی شود. او همچنین گفته است که پشت سر مرده گپ نمی زنیم. والی هرات امروز دوشنبه 27 سور در یک نشست خبری گفته است که حکومت اجازه دفن افرادی را که در مقابل دولت قرار دارند به خانواده هایشان می دهد و مانع خاک سپاری کسی نمی شود. قتالی افزوده است: ما از قدیم گفتیم که معمولا پشت سر مرده گپ نمی زنیم. اگر کسی می خواهد مرده خود را دفن کند، ما ممانعت نمی کنیم. این در حالی است که ملا منان نیازی، معاون شاخه انشابی طالبان، به رهبری ملا رسول روز گذشته در گذرگاه شهر هرات دفن شد. مراسم خاکسپاری این فرد برجسته طالبان در هرات با واکنش تند شهروندان روبرو شده است. بر اساس گزارش ها در این مراسم شماری از افراد موصل نیز شرکت کرده بودند و همچنین حافظ خالد، فرزند 23 ساله ملا منان، به عنوان جانشین او معرفی شده است. اما والی هرات حضور افراد موصل در این مراسم را رد کرد. یافته های تازه یک مطالعه. یک مطالعه که توسط سازمان جهانی صحت انجام شده نشان می دهد که سالانه 765 هزار نفر بر اثر آسیب های ناشی از ساعت کار طولانی جان خود را از دست می دهند. به گزارش افق و به نقل از یورونیوز، این تحقیق که اولین پژوهش در نوع خود به شمار می رود، می گوید 745 هزار نفر در سال 2016 به دلیل سکته قلبی یا مغزی در نتیجه ساعت طولانی کار جان باختند. این میزان در مقایسه با سال 2000 حدود 30% افزایش یافته است. یافته های پژوهشگران نشان داده است که کار 55 ساعت یا بیشتر در هفته در مقایسه با کار 35 تا 40 ساعت در هفته 35% خطر سکته مغزی و 17% خطر مرگ ناشی از سکته قلبی را افزایش می دهد. ماریا نیرا، مدیر بخش محیط زیست و تغییرات اقلیمی صحی سازمان جهانی صحت، گفت کار کردن برای مدت 55 ساعت یا بیشتر طی هفته یک خطر جدی برای سلامتی است. گزارش سازمان جهانی صحت می گوید این مسئله بیشتر گروگانگیر ساکنان مناطق جنوب شرق آسیا و جنوب غرب اقیانوس آرام است و ممکن است این روند به دلیل همگیری کرونا بدتر نیز بشود. در این گزارش گفته شده است که ساعت طولانی کار عامل حدود 1/3 از کل بیماری های مربوط به شمار می رود. بنان به اعلام محققان، تاثیر ساعت کار زیاد می تواند بلند مدت باشد، به این معنا که مرگ گاهی اوقات ده سال بعد از اینکه ساعت کار طولانی شده باشد اتفاق می افتد. سازمان جهانی صحت پیشنهاد کرده است که کارفرمایان باید به هنگام ارزیابی خطرات بهداشت و شغلی کارکنان خود این موارد را در نظر بگیرند. مطالعه جدید سالهای 2000 تا 2016 را در بر می‌گیرد و یافته‌های آن در نشریه علمی
Environment International منتشر شده است. فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که خشونت‌ها از سوی طالبان احتمالاً پس از آتش بس بدتر و بیشتر شود. جنرال اسکات ملر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که پس از آتش بس 3 روزه طالبان احتمالاً خشونت‌ها را افزایش می‌دهند. وی گفته است به طور آیدیال آنها با کاهش خشونت‌ها ادامه خواهند داد، زیرا این چیزی است که مردم افغانستان می‌خواهند، اما انتظارات این است که آنها به زودی خشونت‌ها را افزایش می‌دهند. با گفته وی طالبان تلاش خواهند کرد تا بر مراکز ولایات فشار وارد کنند و وقت آن خواهد بود تا نیروهای امنیتی قدرت خود را نشان دهند. جنرال ملر افزوده است که حتی با ادامه روند خروج نیروهای خارجی آنها تلاش می‌کنند نیروهای امنیتی را در بهترین وضعیت ممکن قرار دهند. وی همچنین گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان قادرند با جنگجویان طالبان مقابله کنند. پژواک در صفحه فیسبوک خود خبر داد یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری میگوید که به زودی محمد عالم سایی به حیث والی تخار، احمد ایشی به حیث والی جوزجان و دگر جنرال عبدالمالک به حیث والی فاریاب مقرر می شوند. منبع افزوده است که پیرامون لغو رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم و لغو سناتوری انتصابی راحله دوستم نیز بحث جریان دارد. پیش از این مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس حزب جنبش با هواداران معترضش در فاریاب دستور شلیک بر والی جدید را صادر کرده بود. سه طالب در انفجار ماین خودشان کشته شدند. به نقل از رسانه ها در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی هرات آمده است که سه طالب زمانی که قصد کارگزاری ماین کنار جاده ای را داشتند در انفجار همان ماین کشته شدند. این رویداد صبح امروز دوشنبه 27 سور در قریه گلتوت از مربوطات ولسوالی اطلسکن هرات رخ داده است. طالبان تا هنوز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. اخیراً تلفات نظامیان و غیر نظامیان بر اثر انفجار ماین‌های کارگزاری شده از سوی طالبان شدت گرفته است. در برخی موارد بر افراد طالبان نیز انگام ساخت و یا هم کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای تلفات وارد می‌شود. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید.